سلام عزیز، سلام قربان سلام. دوستانه، وقت اختصاصی برای شما. خوش آمدید به برنامه پرشین اواردز. ما بسیار هنرمندان زیادی در رشته دوبله و گویندگی داریم و شنیدیم که شما هم یکی از اونها هستید و کارهای شما هم گاه بر حال معرفی شدن و من فکر میکنم که شما هم در زمینه دوبلری هم که کارهای فنی این هنر کار میکنین. از شما میخوام خودتون رو بیشتر معرفی کنین برای ما. تجربتون در کار فیلم دختر فراری چی بوده؟ و یک کمی از خودتون در چند 4-5 دقیقه لطفا برای ما بگین. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان استادانی که حضور دارن در جمعمون و ازشون اجازه میخوام که بنده هم صحبت کنم. خیلی ممنون که قابل دونستین و بنده رو به این برنامه دعوت کردیم. خدمت شما عرض شود که فیلم دختر فراری جز اولین تجربه های من، همونجور که اولین فیلم دوبله شده توی ایران بود، جز اولین تجربه های فیلم سینمایی من بود که به طور کامل باندسازیش رو انجام دادم. یعنی قبل از این مثلا کارهای باندسازی شاید در حد کلیپ های کوتاه انجام داده باشم، ولی برای این کار اولین فیلمی بودش که فکر کنم کامل ما باندسازیش رو انجام دادیم و خب خیلی خیلی تجربه خوبی بودش. یعنی من خیلی خوشحال شدم که خودم توی جایگاهی دیدم که توی یک اتفاق تاریخی مهم، توی این اتفاق بزرگ، یه عضو کوچیکی حالا اومده و داره صدا برداری و میکس این کار رو انجام میده و خیلی برام ارزشمند بودش برای تجربه اولم و به نظر خودم که قدم محکمی بودش و همیشه من ممنون آقای مهرابگی هستم که این اعتماد رو بنده داشتن که این کار رو، این بخشش رو به من سپردن. خیلی خیلی تجربه خوبی بود به این لحاظ که خب فیلم خیلی فیلم صمیمی و دوست داشتنیه. یعنی راحت، خب اکثر فیلم های کلاسیک این حالت رو داره، خیلی فیلم دوست داشتنی بود و در این که ما صدا برداریش رو انجام میدادیم و گوینده ها می اومدن می رفتن، خودمون هم از تماشای اون فیلم لذت می بردیم. سخت‌ترین بخش بانسازی کار برای شخص من اینجا بودش که اکثر مثلا اتفاقا، مثلا ماشین های قدیمی رد می شدن خدمت و هرچه، اون محیط قدیمی که مثلا ما بخواستیم باندسازی کنیم خیلی سخت بود. صداهایی که موجود بودش یا خود ما می تونستیم بگیریم، صدای خیابون الان بود که مثلا پراید رد می شود، ما صدای ماشین های مثلا سال 1930 و اینا رو نداشتیم. بله. به خاطر همین یه مقدار وقت بردین سرچینگش به لحاظ پیدا کردن صدای، یه مقدار وقتگیر بود، ولی خب کاری بود که به سرانجام نشست و امیدواریم که تمام عزیزانی که این فیلم رو ببینن لذت کافی رو ببرن. باز هم اگر سوالی هستش من در خدمتم. خیلی عالی از اینکه تجربه به این خوبی شما داشتین و میگین گام محکمی بود، بسیار من هم خوشنود شدم. میشه که بفرمایین برای ما یه کمی حالا بیشتر، اگر شما نقشی ایفا کردین، کار دیگه این زمین انجام دادین، در موردش صحبت کنین؟ بله، من انقدر به بخش صدا انقدر بانزازی اینا رو گفتم نقش خودم موندم. یه نقش کوتاهی بود تقریبا، البته تاثیرگذار، یعنی توی اون بخش داستانی خودش نقش تاثیرگذاری بودش. تو روند داستان که ما میرفتیم جلو، یه طرف قصه یه دبیرستانی بودش که خیلی شلوغ پلوغ بود، معلمشون رو خیلی اذیت میکردن، معلمی که اسمش نیکولا بود. یه لحظه ببخشید. آره، این بخش این خیلی شباهت زیادی داشتش به کلاس خود ما. یعنی ما 3 سال توی قشنگ تونستم ارتباط بگیرم با نقشه، چون ما 3 سال توی کلاس مدرسه عمویان رشته انسانی بودیم، 40 تا دانش آموز 3 سال با هم. حالا دیگه شما تصور کنید چه چیزی بشه. 40 تا دانش آموز 3 سال 40 تا دوست صمیمی فکر میکنم. دقیقا من همون حس رو فهمیدم و همون کاراکتری که تو کلاس خودمون داشتم و اونجا اجرا کردم. اوکی. خیلی خوب تونستم ارتباط بگیرم با نقشه و اینکه خب نقشه پسری بودش که تو اون بخشی که
تو دبیرستان هستن، خب کمک میکنه که پول جمع کنه. حالا این که من میگم خطر اسپویل داره، دوستانی که دارن میبینن این تیکر رو گوش نکنن. دارن پول جمع میکنن برای اینکه این اول شرط خبر ندارن، از یه جای خبردار میشن که این نیکولا باید این دختر رو آزاد بکنه، بعد حالا میخوان کمک کنن پول جمع کنن که این دختر از این پرورشگاه آزاد بشه. این پسر مثلا پیش قدم میشه و یه جورایی نقش سرگروه بچه ها رو داره. نقش خیلی دوست داشتنی بودش. بعد من رفتم یه سرچ کردم ببینم بازیگرش کی بوده و چی بوده و اینا، خیلی ناامید شدم، یه ذره ناراحت کننده است. خب اتفاق دیگه، همه گوینده ها، چه اون پسر کوچیکه چه کسی که مثلا نقش اصلی بوده، همشون الان مردن و هیچ کدومشون نیستن. واسم ببینم نقش اصلی کجاست. آره دوست داشتم بدونم خب بالاخره بازیگرش کجاست، اصلا چی کار میکنه دیگه، چه فیلم های بازی کرده، که فهمیدم کلن سالیان ساله که مرده. ولی خب چهرهشون ماندگار شده، اگر زمانی چهره ماندگار و کارهای ماندگاری انجام دادن. خیلی سپاسگزارم، خیلی لذت بردم از معرفی که انجام دادین و حتما ما در آینده باز با شما برنامه خواهیم داشت و در همین برنامه هم باز ما یه گفتگاه خواهیم داشت. آره بفرمایید. خواهش من روز میخوام یه نکته رو میخواستم اضافه کنم، این که یه لحظه هول شدم اینقدر از خودم صحبت کردم اصلا فراموش کردم. خواهش میکنم بفرمایید. تشکر ویژه جا داره داشته باشم از آقای کاظمیان. بله. که خب ایشون استاد ما هستن، به هر حال پیشکسوت ما هستن و ما کلی چیز از ایشون یاد گرفتیم تو زمینه صدا و تدوین صدا. خدمتتون عرض شد که ما یه نسخه رو سینک کرده بودیم، با نسخه 720 ما سینک کردیم کار رو. بعد از اینکه می‌خواستیم اکران بذاریم برای این دوبله دوممون، آقای کاظمیان همون موقع که در واقع ما می‌خواستیم اکران بذاریم، نسخه بلوره فیلم هم رسیدش و در واقع فیلم یه 5 فریم عقب افتاده بودش هست سینک، یعنی از سینک مقدار خارج شده بود. ولی خب آقای کاظمیان زحمت کشیدن و وقت گذاشتن و یه بار میکس با بلوری رو انجام دادن، در واقع لحظه آخر رسیدن و یه جورای فرشته نجاتمون شدن. من جا داره که تشکر کنم به عنوان حالا صدا بردار و بازساز این کار که کار رو رسوندن و باعث شدن که ارزش کار ما هم بیشتر دیده بشه. خیلی ممنون، سپاسگزارم از این محبت شما و جناب آقای کاظمی.